برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند. درد دل روان، برنامه با دکتر جواد نفیسی، هر دوشنبه ساعت 7 شب از تایم تیوی. من دکتر جواد نفیسی هستم و ضمن عرض سلام خدمت بینندگان گرامی، به دنبال برنامه‌های قبلی روز دوشنبه ساعت 7 شب درد دل روان، امروز آنچه رو که هفته گذشته دربارش صحبت کردیم و اون پدیده انتقال احساسات از یک نسل به یک نسل دیگه ادامه میدیم اون بحثو. و هفته پیش من به خاطر بینندگان گرامی میارم که گفتیم چگونه یه مادر بزرگی نفرت شدید داشت نسبت به مردها و مردها رو خیلی خطرناک میدید به علت صدماتی که خود اون خیلی زود تو زندگیش خورده بود از مردها و سوء استفاده های جسمی و جنسی که از او شده بود توسط پدرش، و در نتیجه از اون رفته بود به مادر و دختر اون همینطور این احساسات منفی رو نسبت به مردان داشت، و بعداً دیدیم که دختر اون که میشه نسل سوم چگونه همونطور وحشت داشت از مردها و دوری میکرد از مردها و حس میکرد که مردها همه خطرناکن و تجاوزکار. این فقط به صورت برای خانم ها نیست، برای مردها هم این صورت میگیره و اونها هم میتونن همینجور احساسات منفی به طرف جنس مخالف خودشون داشته باشن. ولی اون چیزی که من سعی کردم تاکید بکنم اینکه چجوری از یک نسل به نسل بعد و به نسل بعد میره و چقدر زود در روان این موضوع حکاکی میشه و به اصطلاح روان کودک یک نوع شستشوی مغزی پیدا میکنه، برین واش میشه، و این ایده ها و این احساسات و این عقاید در روان کودک جایگزین میشه. و اینو در سطح جهانی راجع بهش میخوام امروز صحبت کنم که ببینیم که این انتقال احساسات و عواطف نوراتیک مضر ویرانگر چگونه میتونه این فاجعه‌ای رو که الان در دنیای ما وجود داره به وجود بیاره. اگر از بد به تولد در محیط خونه گرمی عاطفی نباشه و مثل میدون جنگ دائم جنگ و دعوا باشه و مادر و پدر یک گروه بخصوصی رو هدف و تارگت این خشم ویرانگرشون کرده باشن و خودشونو مظلوم و ویکتیم گروه بخصوصی دیده باشن و از اون ابتدا که این بچه میشنوه و میبینه به او گفته باشن که این گروه بدن، این گروه ستمگر هستن، این گروه به ما این کار کردن، این گروه به ما اون کار کردن، در نتیجه در درون روان کودک احساسات خود کودک نیست که اینطوره، احساسات افرادی هستن
که اونو برین واش کردن و شستشوی مغزی دادن. در نتیجه شما موقعی که این افراد رو میخواید درمان بکنید، فقط احساسات خود اون فرد نیست که هدف درمانه. ابتدا باید تمام این پایگاه‌هایی رو که درست کردن اون توی روان که سمی هستن و دارن دائما سم پاشی میکنن و نمیگذارن که به یه بشر دیگه به صورت یک هم نوع نگاه کرده بشه و یک گروهی رو همیشه دشمن نشان میدن و یک نیروی رقابتگر ویرانگر از این در این پایگاه‌های درون روان در جریانه، نتیجش این گرفتاری‌هاییه که ما امروزه می‌بینیم و جای دورم نباید بریم. توی آمریکا ما شاهد بودیم که سر این بودجه و این بحران اقتصادی که پیش اومد چجوری سیاستمداران با رقابتگری مخرب و مضری چجوری اجتماع رو کشوری رو نام پرقدرت‌ترین کشور دنیا رو فلش کرده بودن، گاورمنت رو فلش کرده بودن. اون چه میخوام به توجه شما بیارم این که سیاستمداران و حکمفرمایان و همچنین سران این کمپانی های بزرگ، سی او ها، پرزیدنت های کمپانی های پرقدرت، اونا هم همه بشرهایی هستن مثل ما، با فرق این که یه استعدادهای بخصوصی دارن و همچنین در مورد سیاستمداران توانستن رأی افرادی رو بگیرن با گفتن به اونها آنچه اونها دلشون میخواسته بشنون. این افراد درونشون این نیروی انتقال مخرب نوراتیک هم در جریان هست و این حالت رقابتگری رو در هر سطح سیاسی شما میبینید، از نماینده های مجلس که دیده که چجوری با هم رقابت میکنن، احزاب مختلف چجوری دارن به طور خیلی خرابکارانه و ویرانگرانه با هم رقابت میکنن و سعی میکنن تیشه به ریشه هم دیگه بزنن و در ضمن در سطح بالاتر از رئیس جمهورها گرفته و پادشاهان گرفته این حالت رقابت ویرانگر در جریانه و وضع خاورمیانه هم الان و خونریزی هایی که داره میشه همه و همه به علت اینه که در روان اون فرماندهان این نیروی رقابتگر ویرانگر در جریانه و مادام که این افراد به رقابت ویرانگرانه خودشون با هم دیگه ادامه میدن این خونریزی ها بند نمیاد و همچنین اتفاقاتی که مکرر داره صورت میگیره، تیراندازی هایی که صورت داره میگیره، تروریسم هایی که چپ و راست ما میشنویم، اینا همه زیرش یه احساس انتقام جوییه و یک خشم شدیدیه که در اغلب موارد میتونه پیگیری بشه به بچگی که چگونه این افرادو
در بچگی شستشو مغزی دادن و اونا را قانع کردن که گروه دیگری خطرناک و دشمن هستن و با تمام قوا اینها باید در تمام عمرشون با اونها بجنگن. و مادام که این انتقال نسل در نسل این نیروی ویرانگر رقابتگر در هست، ما هیچ موقع نمیتونیم صلح داشته باشیم، چون بشر به همدیگه به صورت یه هم نوع انسان دیگه نگاه نمیکنه، به این صورت نگاه میکنه که این آدم، این گروه به علت دینشون، رنگ پوستشون، کشورشون دشمن ما. جد اندر جد به ما این کارها رو کردن. این گروه هم به اون گروه میگه جد اندر جد به ما این کارها رو کردن. در نتیجه این احساس انتقام جویی در جریانه و آتش انتقام رو نسل در نسل روشن نگه میدارن. پس به نظر من وظیفه انسانی روانپزشکان و روانشناسان در آینده اینه که آنچه از دستشون برمیاد بکنن که این پدیده انتقال خشم و رقابت ویرانگری رو در درون روان شناسایی کنند و از بین ببرند، خصوصا در مورد کسانی که میخوان حکم فرما بشن و سیاست مدارانی که میخوان اداره اجتماعی رو به عهده بگیرن. اگر روان اونها درمان نشه، اگر این خشم در بخش ناآگاه آنها بمونه و یا افرادی باشن که اصلا احساسات بشری رو حس نکرده باشن، مثل سایکوپت ها، و هیچ موقع رابطه عاطفی ایجاد نکرده باشن و فقط یه پارچه مغز باشن مثل یه کامپیوتر، البته سیاستمداران خیلی خوبی خواهند شد، ولی برای اجتماع بشری خیلی مضر خواهند بود. پس درمان فرد بشر به نظر من راه حلیه برای جلوگیری این کشت و کشارهایی که در جریانه، و این امکان پذیر نیست مگر اینکه ما یک نسل رو بتونیم درمان کنیم که با احساساتشون صادق باشن و اونا رو حس کنن و اونها رو به سطح بیارن، و در ضمن اون افرادی که قدرت و قابلیت و توانایی مادر شدن و پدر شدن ندارن، اونها نش مادر پدر نشن اگر نمیخوان درمان بشن. برای اینکه یکی از علتی که از یک نسل به یک نسل دیگه میره اینه که برای وقتی که یک مادری عاطفه مادری رو نداره و نچشیده اینو از مادر خودش، و اونم نسل قبلی هم مادر بزرگش هم از نچشیده بوده و همینجور این رابطه عاطفی نبوده اونجا، این دیگه این مادر قابلیت اینو نداره که فرزندشو تا
طوری رشد بده که روانش صدمه نبینه. و این فقط راجع به مادر نیست، پدرم همینطور. و محیط خانواده رول خیلی خیلی مهمی رو در این امر بازی میکنه. البته مواردی هست که متاسفانه این رابطه عاطفی خیلی زود قطع میشه بدون اینکه هیچ کسی مقصر باشه. اینجا من هیچ کسی رو مقصر نمی کنم. من فقط میگم که فرض کنین اگه یک مادری متاسفانه بعد از اینکه وضع هم کرد یک افسردگی بعد از زایمان پیدا کرد و دیگه نتونست اونجوری که شاید باید بچه رو تو بغلش بگیره، شیر بده و محافظ بچه باشه و نیازهای بچه رو برآورده بکنه، اینجا هیچ کسی مقصر نیست. یا اگر اینکه یه سرطان گرفته فوت کرده، یا اینکه سر زایمان فوت کرده، یا اینکه فرض کنید جنگ شده فوت کرده، یا اینکه طوفان شده و سونامی شده و یه اتفاقی افتاده که مادر در زندگی اون فرد نبوده، اونجا کاری نمیشه کرد. باید این حقیقت رو قبول کنیم که یه فاجعه‌ایه و بعداً سعی کنیم یه جانشین و مادری برای اون بچه پیدا بکنیم که بتونه نیازهای عاطفی اون بچه رو برآورده بکنه و به طور دائم اونجا باشه تا اینکه این بچه به سنی برسه که بعداً بتونه از خودش نگهداری بکنه، روانش انقدر محکم شده باشه که بتونه با موانعی که جلوش پیش میاد تو زندگیش کنار بیاد. حالا چرا من انقدر تاکید میکنم که اون 4 سال اول بسیار مهمه؟ برای اینکه صدماتی که تو اون 4 سال اول صورت میگیره، ضایعه و آسیبی که ایجاد میکنه خیلی عمیق‌تره و درمانش مشکل‌تره. برای اینکه بینندگان گرامی متوجه بشن من راجع به چی صحبت میکنم، شما مجسم کنید که یک نوزادی رو یک فردی بیاد، فرد بالغی بیاد با مشت محکم بزنه تو صورت این نوزاد. خب نوزاد از بین میره. ولی اگر همین مشت رو با همون قدرت به یک کودک 5 ساله بزنه، ممکنه فکش رو بشکنه، ممکنه جریه دار کنه، ولی چانس امکان مردنش کمتر میشه. و اگر این مشت رو به یه آدم بالغ بزنید یکم ممکنه کبود بشه، ولی اون اثر کشنده و مرگباری که برای نوزاد داره نخواهد داشت. این همین موضوع هم هست در صدمات روان. وقتی که نوزاد در 4 سال اول زندگیش صدمه میبینه روانش به هر علتی، اصلا مهم نیست اصلا علتش چیه، که آیا مادر فوت کرده، آیا مادر سرطان گرفته، آیا مادر افسرده شده، آیا جنگ بوده، هر چیزی، وقتی اون نبود اونجا، پدر اونجا نبود، نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که مشت زده شده، صدمه وارد شده. ولی هرچی دیرتر این صدمه به روان زده بشه کمتر جریح دار میشه روان، در نتیجه درمانش راحتتر و سریعتر. حالا ببینیم که این
صدمه صورت گرفت و حالا درمانجو میاد برای درمان و ببینیم که روانکاو چه کار میتونه بکنه که درمانجو رو رها بکنه از این گرفتاری ها و درد ها. اولین برخورد روانکاو با درمانجو باید یه پیغومی رو بده و این پیغوم بسیار مهمه که درمانجو در رابطه با روانکاو باید کاملا صادق باشه و این صداقت شامل صداقت او با احساسات خودش هم هست، یعنی با خودش هم باید صادق باشه و احساساتش رو حس بکنه. معمولا چنین نیست، معمولا به محض اینکه روانکاو میخواد به احساسات درمانجو به طور صادقانه دسترسی پیدا بکنه یه مکانیسمای دفاعی برکت میفتن که اونها مضر هستن، استراب ایشون میره بالا برای اینکه یه عمر اون احساسات و افکار همه رو پنهان نگه داشته بوده و الان که روانکاو فشار میاره که برای صداقت عاطفی استراب میره بالا و نتیجه این استراب ها اینه که مکانیسم های دفاعی به وجود میاد و این مکانیسم های دفاعی باید شناسایی بشه، از بین برده بشه تا اینکه این احساسات همه بشکافه، بیاد به سطح، به بخش آگاه روان بیاد، حس و لمس و تجربه بشه و بدن درمانجو رهایی پیدا میکنه، استقلال پیدا میکنه و میتونه بره زندگی خودشو بدون اینکه این کولبار مکانیسم های دفاعی رو دوشش باشه همیشه راحت زندگی کنه. این قسمت آزادی بخش و شفا بخش درمانه، از بین بردن نیروی مقاومت، مکانیسم های دفاعی و دسترسی به احساسات و افکار پنهانی. این افسردگی رو از بین میبره، استراب از بین میبره، حمله های حراسی رو از بین میبره، تمام علائم روانتنی و سایکوسوماتیک رو از بین میبره، سردرد های میگرنی رو از بین میبره و غیره و غیره. و تمام این کار اگر صدمه بعد از 4 سال صورت گرفته باشه بین 10 تا 60 ساعت طول میکشه که اینو میشه به صورت هفتگی هر جلسه 1 ساعته انجام داد و یا میشه به صورت بلاک های 4 ساعته یا بیشتر انجام داد برای کسایی که از راه دور میان و نمیتونن هر هفته تشریف بیارن. و درمان معمولا به صورت سریع انجام میشه و تمام میشه. اما در گروه که صدمه بیشتر بوده و اون قسمت روان خیلی زود جریحه دار شده، این موضوع بیشتر طول میکشه و درمان طولانی تر میشه. در اینجا من به خاتمه برنامه رسیدم و تا هفته دیگه دوشنبه ساعت 7 شب برای شما بینندگان گرامی روز و شب خوشی رو آرزو میکنم. شب بخیر. درد دل روان، برنامه با دکتر جواد نفیسی، هر دوشنبه ساعت 7 شب از تایم تیوی. برنامه سازان، میهمانان و کلیه شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند.